دولت فاشیست افغانستان، یک دولتی که جرأت همت تزیر نداره که در مقابل دشمن وطن ایستاده شوند، دیشب به داخل پنجشیر داخل شدند و عملیاتشان به داخل پنجشیر بالای خانه یک از هموطنان ما اینا عملیات داشتن، عملیات کردن و خوشبختانه که تمام نیروهای امنیتی که برخلاف مردم سلحشور پنجشیر بوده اینا از پادر آمدن. خب زیاد نمیخوایم پرحرفی کنم، فقط دو کلمه را میخوایم اشاره بتام که پنجشیر ولایت های دیگه نیست، پنجشیر کابل نیست، پنجشیر جای نیست که هر شغال داخل شوه، هر بی‌حیثیت داخل شوه، به مردم از اونجا را یا خود پنجشیر بخواه ناهم بسازن. فکر میکنم که کسایی که این کار کردن و کسایی که در صدد ناامنی سمت شمال هستن، بخصوص به ناامنی پنجشیر، پروان و کاپیسا فکر میکنن، این فکر کنم که باید شبها و روزا روش کار کنن و بعد از او بیان عملیات کنن به داخل پنجشیر و ولایت های سمت شمال. چیزی که بیشتر برای من جالب هستن، جالبیتشی هست که به داخل پنجشیر داخل شدن، پنجشیری که نه تنها متعلق به تمام مردم پنجشیر است، بلکه تعلق یا متعلق به تمام مردم افغانستان است. اونجا سرزمین است، اونجا ولایت است که قهرمان ملی افغانستان زاده شده و او ولایت است که یگانه ولایتی که در سطح افغانستان در دوران جهاد و مقاومت، در دوران همین جهادی که صورت گرفت، اگر بگیم همین جهادی هم که کردن همین خود حکومت بود، علیه مردمی کار کرده بود، خب از اوش ما میگذاریم. جایی بود که تمام مردم افغانستان به اونجا پناه بردن، آمده این داخل ولایت پنجشیر شده، این ولایت پنجشیر هم خیال کابل کردین. شرم برتان از حکومتی که جرأت از زیر نداره، در خود پایتختش طالب بیرق خود بالا میکنن، واقعا شرم است. تا به جایی که همه تجهیزاتی را که میرین بالای مردم عام، بالای کسی که نه گناه کرده نه خیانت کرده، بالای کسی که نه اصلا بندازی سر سوزن ضررشون برای زی حکومت فاشیست نرسیده، شما میرین داخل عملیات میشین، کجا رفته دارین شما؟ حکومت خائن، حکومت خوابورده، حکومتی که جرأت مقابله با دشمن نداره، تانگای زرهی روان میکنه به داخل یک ولایتی که اتو یک فیر از داخلش میشه، بالای کی؟ بالای مردم پنجشیر. و هم فکر کردین که مردمای ولایت دیگه ایسن که عاجز آرام فکر کنین؟ نه خیر، نه، همون رقم دندان شکن جوابتان نمیتن، همون قسم دندان شکن جوابتان نمیتن که دیگه جرأت نکنی طرف دروازه پنجشیر شما سیل کنی. واقعا بر ما بسیار جالب است وقتی خبر شدم که در پنجشیر جنگ است. من مطمئن بودم که مردم پنجشیر مردمی نیستن که یک کسی که از بیرون بیاد داخل خاکشان، داخل ولایتشان، شاید به این آسانی پس بیرون برن. من طرفدار هیچ کسی نیستم، همیشه طرفدار حق بودیم، فقط به خاطر حق صدا بلند کردیم و امروز هم این حکومت هم میگم، هم بر دکتر صاحب عبدالله و هم بر دکتر صاحب غنی، که تا به جای زی که در ولایت هایی که امن هست او را میری شما ناامن میسازین، زیر زناقتان، زیر گلونتان، بگفته بعضیا شکردره و گلدره را طالب بیرق بلند میکنه، جرأت عملیات اونجا ندارین، رفتین به داخل پنجشیر، بیاین بگوین جناب امی اکرام الدین گناهشان چی هست؟ قتل کرده، کشتار کرده، به مانند امی حکومت کسایی در رس حکومت هستم قتل کرده، انتحاری کرده، مردم از بین برده، چی کرده؟ گناهش گفته بعد بری شما عملیات کنین. رفتین به داخل پنجشیر داخل شدین، شب خواب از مردم گرفتین، مردم پنجشیر ناامن ساختین. چرا؟ به خاطر گرفتاری جناب اکرام الدین. واقعا شرم از برتان، مفسوزین برای حکومت. من واقعا من میشرمم بگویم ما از این می افغانستان بدبختی هستم که ولایتی که امن است او را میخواین ناامن بسازن، ولایتی که واقعا مردم به خاطر آرامش و آسایش اونجا میرن، به خاطر تفریح میرن، جایی که حداقل قدری ببخشین امی حکومت قدر حسود است که دیده نظیر نداره که پنجشیر زیبای ما، جایی که سرزمین مردم است، جهاد و مقاومت، کسایی که جهاد کردن اونجا هستن، دید زیر نداره که پنجشیر آرام باشه. دیروز شاید گرفتاری پیکان صاحب بودیم و امروز هم شاید ازی هستیم که داخل نیروهای امنیتی
داخل پنشیر میشه، داخل یک ولایتی که واقعا تاپترین و نخبترین ولایت در سطح ولایت افغانستان است داخل میشن و به خاطر گرفتاری یک فردی که نه گناه کرده و نه جرم داره داخل میشه، خواب مردم از شما میگیره، تمام پنشیر ناامن میسازن. چرا شما حکومت قدر خائن هستین؟ چرا قدر شما فاشیست هستین؟ چرا قدر بدبخت هستین که تحمل دیدن آرامی یک ولایت شما ندارین؟ آمدین بالای پنشیر، وقتی که داخل پنشیر شما حمله میکنین، وقتی داخل پنشیر شما قدر راه اندازی میکنین با تجهیزات میرین، این تنها به خود مردم پنشیر عیب نیست، به تمام کسایی که در سمت شمال هست عیب است. من حیث یک کاپیسایی که از ولایت کاپیسا هستم و پنشیر جایی است که همیشه رفت آمد میکنیم، فامیل ما در اونجا هست، پنشیر ولایت ما هست، خانه دوم ما ولایت پنشیر هست. اگر کسی بخواه بار دیگر به داخل ولایت پنشیر داخل شوه و ناامنی را ایجاد کنه و باعث سراسیمگی در بین مردم شوه، ایره مطمئن باشن که تمام مردم پروان کاپیسا همگی در مقابلشان خواهد ایستاده شد، چی دولت باشد چی نیروهای غیر دولتی. بیاین حداقل یکم به فکر آرامش مردم باشیم، حداقل به این بیندیشیم که یک ولایت ما آرام است، حداقل باقی که ناامن است همه گیره در جنجال شما انداختین. شما حکومت، حداقل همین شمایی که در رس هستی، نمیخوایم به کس توهین کنم، اما حق ندارین آسایش آرامش مردم شما برهم بزنین. رفتین داخل ولایت پنشیر شدین، بین همی تجهیزاتی رو که اونجا روان کنین به گلدره، به شکردره که به طالب بیرق خود بلند میکنه، ولی خیانت بزرگ تانمی بود که 600 زندانی رو آزاد ساخته. رفتی بعد از اینکه آزاد شدن، عملات انتحاریشان هر روز بالاتر رفته روان است، هر روز عملات انتحاریشان به اوج رسیده که فکر کنی که حتی راکتاش به خود ریاست جمهوری میخوره. باز امروز آمدین در داخل پنشیر داخل شدین و پنشیر مرا باور به خدا کنین که مرا خنده و این میگره که داخل پنشیر شدن. ببینین از نام پنشیر هویداست که همیشان شیر هستن، و هیچ کسی را تا باور کنین وقتی که به تفریح مردم میره که تا تذکریشو نبیرن داخل نمیشن، بعد کسایی که شغر شغالی که بیا اینجا دعوای حکومت کنه داخل پنشیر شد، فکر میکنم ناممکن از داخل شدن به اونجا و تصرف کردن ولایت پنشیر و نام ساختنش و در بین مردم همی وسوسه هایی را که میخواین ایجاد کنن ناممکن هستن، چون داریم در انوز هم در پنشیر. درست است که بزرگایی که در پنشیر بودن همیشان مردم ما را فروختن، بزرگایی که در سمت شمال بودن همیشان مردم ما را فروختن، حتی هم در جای رفتن که اصلا لیاقت چنا داشتن، اما در روی مردم سمت شمال نپاک گذاشتن، رفتن به جایی پیوستن که اصلا تصور نمیکردیم که سالها اینا جهاد کنن، مقاومت کنن و بعد بیان به جایی برن که بیابروگیشان هستن، بینیشان بریده میشه، خوشبختانه بینیشان هم بریده شد، رفتن به اون طرف. اما اگر بزرگای ما را فروختن، هنوز داریم کسایی که با خون دل جان میخواین از ولایتشان از سمت شمال دفاع کنن و آماده هر نوع دفاع در مقابل هر نوع فاشیستی که بخواه که سمت شمال ناهم بسازه در مقابلش ایستاده میشن. من میگم مردم پنشیر شیر هستید، واقعا شیر هستید، آفرین به همت ولایتان، آفرین به غیرتتان، چون به مانند دیگه کسایی که در ولایتهایشان انتحاری را جاسازی میکنن، دوز قاتل رهزن اختطافچی را میتن، شما او مردم نیستیم. واقعا امروز ثابت ساختین که شیر هستین. من هم به غیرتتان افتخار میکنم، من هم به همتتان افتخار میکنم، تاج سر ما هستین. نه تنها ولایت پنشیر بلکه هر ولایتی که امن است، حکومت بخواهی را ناامن بسازه، در بین مردم ناامنی را ایجاد کنه، ما در مقابل حکومت ایستاده میشیم و از حق و حقوق فرد افغانستان دفاع میکنیم. بیاین حداقل حکومت فاشیست افغانستان، حکومتی که در صدد از این است که مردم یک شب خواب آرام نداشته باشه، اگر یک روز آرام بودن به روز بعدیش یک دسته درست میکنین که حداقل مردم ناآرام بسازین، بین حداقل به فکر ازی باشیم که افغانستان آباد بسازیم، نه تنها ولایت پنشیر و کاپیسا پروانه، بلکه در کل تمام ولایت افغانستان باید امن باشه.
همین باشه حداقل مردم در طول چندین سال جنگ وقتی که شما را انتخاب کردن، انتخابتان کردن، آمدین در رأس قدرت، به این معنا نیست که بین به چیزای خرد ریزه ای را که یک دختر خانم آمد اگر خودش همت میداش غیرت میداش در طول چندین سال که جناب اکرام الدین اگر در حقش کار کرده بود خدای ناخواسته چرا خاموشی اختیار کرد؟ اگر خودش بد نمی بود، اگر خودم دختر خانم بد نمی بود هیچ وقت خاموشی اختیار نمی کرد، از اول میگفت بین به دسیسه های بی معنا و بی مفهومتان یک ولایت ناامن نسازین. گرفتاری از او اگر میگفتین شاید اگر جلبم روان میکردین شاید که خودشان میامدن، اما به ای که نیست من فکر کردم که شاید که به داخل پنجشیر کدام انتحاریه که چندین انتحاریه و یا هم کدام گروه داخل پنجشیر شده که قطعی واکنش سری پی پی ایس و بعد قطعات دیگه که هست داخل پنجشیر شدن گرفتاری دارن بیخبر از ای که ما واقعا افروزیمه افسوزیم اینه که به خاطر گرفتاری کسی که هیچ جرمی نداره قدر تجهیزات بردن به داخل پنجشیر و این رنگ عملیات کردن که باور به خدا کنه که من فکر میکنم در خط جنگی که ولایت ناامنی که هست فکر نکنم که به خاطر دفاع از افغانستان قدر یا کوشیده باشن قدر کوشش کرده باشن، اما بدبختانه که دیشب تمام تجهیزاتشان تمام وسایل جنگیشان به خاطر گرفتاری جناب اکرام صاحب بخرج دادن، او هم بیهوده در جای رفتن میگه در خانه زنبور زدن تاوان دارم و تو یک چیز از فکر میکنم جای رفتن که هم تاوان خودشان شد و هم مردم علیه حکومت اینا دیگه هم اقتدار ساختن، یعنی در مقابل حکومت اینا هم دیگه کین بدل گرفتن. بیاین حداقل به جای زی که مردم در مقابل حکومت بخیزانین، مردم در مقابل حکومت کین دلشان بندازین، حداقل کاری کنین که مردمی که واقعا از حکومت افغانستان از این حکومت فعلی که کینه بدل دارن امی کینیشون از بین برن. چرا بار بار کاری میکنین که مردم افغانستان خشمگین بسازین؟ اگر هدفتان جنگ است، اگر هدفتان ناامنی افغانستان است، بسم الله شروع کنین، بین حداقل کار کنین، یک بمب اتمی بزنین در سطح افغانستان که تمام مردم افغانستان از بین برن. هر روز شاید کشتار مردم افغانستان هستیم، هر روز شاید بدبختی مردم افغانستان هستیم، هر روز شاید ازی هستیم که به بانه های بیهوده و فرسودهشان داخل اقدام میشن و میرن به داخل یک ولایت و یا در سطح کابل هر جایی که باشه دیروز جناب پیکان نگرفتن. من نمیفهم چی رقم حکومت است. اگر حکومت ما حکومت صمیمی بود وقتی که حکم گرفتاری یک نفر میتن در قدم نخست باید در قدم اول باید اینا گرفتار شون، نه که بانن که بیاین و داخل یک ولایت ده یازده به شب داخل شون تا صبح اینا بخن که در مقابل مردمی که در خود ولایت زگی میکنن در مقابل از اونا سلا با نشانه کردن و در مقابل از اونا ایستاده هستن. بین به خود حداقل همی شجاعت و همت بزرگی را که شما دارین، همی فکر اندیشه ای را که نسبت به کسایی دارین که افغانستان نام میسازه برین در خط جنگ. جناب وزیر صاحب داخله، جناب وزیر صاحب دفاع، جناب رئیس صاحب امنیت، واقعا شرم از براتان که شما عملیات میکنید به داخل سطح پنجشیر به ولایتی که همجوار خودتان است، از ولایتی که خودتان از سمتش هستین به اونجا رفتین داخل شدین و به خاطر ناامنی مردم میکشین که مردم ناامن شوه، میکشین که مردم همه اینا کسایی هستن که به خاطر ناامنی کوش میکنن که مردم افغانستان اینا نارام بسازن و عقده هایی که نسبت به حکومت افغانستان دارن اینا دیگه هم مقدهشان زیادتر بسازه. بخیر سلامت باشین، به با امید ازی که حکومت فاشیست افغانستان بار دومی کار خود تکرار نکنه و از خشم مردم اینا سوء استفاده جویی نکنن، مردم در مقابلشان نخیزانن. بخیر سلامت باشین دوست عزیز.